بچه ها سلام و درود. قراره دوباره توی این لایف در مورد مهاجرت کاری به آلمان صحبت بکنیم. این لایف در مورد در واقع یک مهاجرت موفق توی رشته برق هستش. من کوتاه عنوان لایف رو بهتون بگم. قراره که با یکی از دوستانی که اخیراً در واقع اومدن آلمان و موفق شدن که توی رشته برق اینجا کار پیدا بکنن و الان توی آلمانن و الان مشغولن دارن اینجا کار میکنن، قراره با هم صحبت کنیم و اینکه از تجربیاتشون به ما بگه و بدونیم چطوری اومده رسیده به اینجا. و سوالای شما هم این پایین اگر کامنت کردین ازشون میپرسم. من خودمم چند تا سوال اینجا آماده کردم برای اینکه ازشون بپرسم. امیدوارم که لایو خوبی باشه، حالا نه فقط برای بچه های برق بلکه تقریبا برای همه بچه های مهندسی. فکر میکنم 100% عالی این لایو به دردشون بخوره و خیلی از سوالا و خیلی از نکاتی که برای بقیه رشته ها کلن برای مهاجرت کاری به آلمان لازمه، مطمئن باشید توی خیلی از مواردش توی این لایف با هم صحبت میکنیم. پس حتما توی این لایف بمونید. فقط قبلش من چون خیلی وقت لایف نگرفتم یه چند تا نکته رو بگم قبل از اینکه خانم مهندس بیان بالا. اینکه توی تلگرام یه دونه کانال در واقع تلگرامی رایگان هستش که میتونید اونجا ویدیوهای آموزش زبان آلمانی ببینید که سطح بندی شده از مبتدی تا C1. به نظرم یک منبع خیلی خوبیه برای اینکه هر روز زبان آلمانی بخونید، رایگانه. لینکش هم توی لینک بیوم هست، میتونید برید پیداش کنید. یک اینه. و نکته دوم این که من یه در واقع کانال یوتیوب هم دارم، یه چند تا ویدئوی خیلی خوب اخیراً توی این چند ماه گذشته اضافه کردم در مورد اینکه چطور میشه مصاحبه‌های کاری رو انجام داد، چه سوالایی پرسیده میشه. آلمانی و فارسی هر دو با همه، واسه همین خیلی مفیده که سوالای آلمانی رو ببینید، سوالای فارسی، اینکه چه جوابایی باید داد، هم به آلمانی گفتم هم به فارسی. خیلی ویدئوهای خوبیه به نظرم. اون دوستانی که دیدن راضی بودن، به نظرم حتما برید در واقع کانال یوتیوب من ببینید، ضرر نداره. و اینکه سوالاتتونم، من تلاش میکنم یه سری سوالایی که خب از توی لایوهای گذشته تو ذهنم دارم، تجربه دارم، از خانم مهندس زهرا بپرسم. و اینکه یه تایمی میذارم اگه بشه دوبار، یکی بعد از نیم ساعت 40 دقیقه سوالایی که شما کامنت میکنید این پایین رو و من نپرسیدم رو میپرسم، و بعدش دوباره آخر سرم یه بار دیگه کامنت ها رو باز میکنم و در واقع سوالاتونو میخونم. آره، حالا من منتظرم که خانم مهندس زهرا درخواست بدن تا من اینجا اکسپت بزنم و شروع کنیم لایو رو. کلی سوال من نوشتم و امیدوارم بتونیم توی یه ساعت تقریبا یا یه ساعت و ربع 20 دقیقه ماکسیموم تمومش کنیم. خانم مهندس اگه تشریف دارین درخواست لایف بزنید، من اکسپتو میزنم. سلام، شبتون بخیر. سلام، شب شما هم بخیر. زنده باشی، پیروز باشی، متشکرم، ممنون. لطف کردین که وقت گذاشتین و اینکه تجربیاتتون رو میخواین در اختیار ما بذارین و این ویدیو میشه توی این پیج یا یوتیوب در آینده میمونه. و ممنونم که این وقت رو گذاشتید و امیدوارم که لایو خوبی پیش بره. من امیدوارم که لایو خوبی باشه و بتونیم اطلاعات رو شیر کنیم که بتونن بقیه استفاده کنن از این اطلاعات. مرسی، لطف کردین. بچه ها بدونن که ما داریم در واقع من دارم با کی صحبت میکنم. اگه ممکنه بگید که شما
در واقع رشتهتون چیه؟ در واقع چه توی ایران چه شغلی داشتین؟ چه تحصیلاتی کردین؟ و بعد اومدید اینجا و الان دارید چیکار میکنید؟ چند وقته اومدید آلمان؟ و به طور کلی بچه ها بدونم که ما داریم با کی صحبت میکنیم. درسته. من ارشد برق دارم، بعد از اینایی بودم که دیپلم ریاضی گرفتم، بعد فوق دیپلم برق، بعد لیسانس برق، بعد ارشد برق. از اون موقع که فوق دیپلم برق گرفتم شروع کردم کار کردن. اولش توی صنعت CNC کار میکردم، بعدش تقریبا 10 سال پیش آرم، حالا بچه های برق احتمالا میدونن، خیلی تو بورس بود، یه مدت دانشجوی آرم کار کردم. تقریبا الان 8-9 ساله که توی صنعت اتوماسیون صنعتی کار میکنم. بعد اون اوایلش که کارمند بودم، بعدش تقریبا 5-6 سالی هستش که به صورت خیش فرما کار میکردم توی ایران. یه شرکت خیلی خیلی کوچولو دارم تو تهران که اونو مدیریت میکردم و به این شکل. و بعد اینکه خدمت شما، چند وقته اومدین آلمان؟ 7 ماهه که اومدم آلمان، بعد با ویزای جاب آفر، آها، یعنی وقتی یعنی ایران با بودین ویزای جاب جاب. آفر گرفتین بعد اومدین. بله. و اینکه چند ماه شروع به کار کردین؟ از همون موقع اومدین شروع به کار کردین یا من طول کشید؟ 26 جولای رسیدم آلمان، 1 آگوست، یعنی 3-4 روز بعد از اینکه اومدم دیگه رفتم سر کار دیگه. یعنی آها، خب خیلی ویزام از 25 جولای شروع می شد، بعد قراردادم هم از 1 آگوست بود دیگه، 4-5 روز بعدش من رفتم سر کار. من یه سوال دارم، اونم اینه که شما وقتی ایران بودین، خب سر کار بودین و زندگی داشت پیش میرفت، خلاصه یه موقعی تصمیم گرفتین که مهاجرت کنین، بعد این چقدر طول کشید از روزی که تصمیم گرفتی مهاجرت بکنی تا اون روزی که ویزا رو گرفتی، یعنی قرارداد گرفتی یا ویزات صادر شد؟ این تایم چقدر برای شما طول کشید؟ خب من خیلی عجول نیستم همین جان، راستش رو بگم خدمتتون، من سال 97، اواخر سال 97 تصمیم گرفتم که کلا مهاجرت بکنم. بعد بررسی کردم که حالا چه کشورها به چه شکل هستن، چه شیوه مهاجرتی مناسب روحیات منه، تحصیلی میخوام مهاجرت کنم، کاری میخوام مهاجرت کنم. در نهایت به این رسیدم که آلمان انتخاب کنم. بعد از فروردین سال 98 رفتم سر کلاس زبان آلمانی و شروع کردم آلمانی خوندن. بعدش دیگه کرونا شد، کلاس کنسل شد، خودم همینجوری واسه خودم پیش میرفتم، میگم خیلی عجله اونجوری نداشتم. بعد تا خدمتون عرض کنم که من شهریور 1400 اولین باری بود که شروع کردم به رزومه فرستادن، یه 50 تا 60 تا حالا حدودش اون موقع نمیدونم چقدر بود رزومه فرستادم. بعد بهم گفتن که این کافم، یکی دو نفر از این ایمیل هایی که لابلای اون لایده ها می اومد که مدارک تحصیلی تو بفرست. بعد تازه من اون موقع رفتم سراغ این که مدارک تحصیلی رو ترجمه بکنم و این پروسه رو پیش ببرم، دیگه متوقف کردم اپلای کردن. و تا تقریبا بهمن، دیگه بهمن شروع کردم جدی اپلای کردن. بهمن چه این سالی؟ 1400 دیگه، همین بهمن. آها، من 1 ماه و نیم بیشتر اپلای نکردم. بعد از 1 ماه و نیم من قرارداد گرفتم و اومدم، یعنی کلا 1 ماه و نیم اپلای کردم. ولی پروسه تصمیمه 3 سال قبلش بوده، یعنی تصمیمه سال 98 گرفته شده و من خودم آماده کردم تا 1400. آها، درسته. خب خیلی خوب. من میخواستم اتفاقا در مورد سوال بعدیم در مورد همین زبان بود که کی شروع کردین زبان خوندین و دقیقا وقتی که حالا اون بهمنی که میگید خیلی جدی رزومه فرستادین، یا نه اصلا این سوالو میکنم، اولین بار که تصمیم گرفتین رزومه بفرستین برای شرکت های آلمانی، شما زبانتون در چه حد بود دقیقا؟ جرأت اصلا میتونستید صحبت کنید؟ اگه زنگ میزدن چطوری بود؟ و بعدش اینکه تا چه حد پیش رفتی وقتی که قرارداد گرفتی؟ کلا این پروسه پیشرفت زبانتو دقیق تر برای ما بگو، چون میدونم سوال خیلی است. ببینید زبانو، خب من خودم تو ایران که بودم اون موقع که شروع کردم به رزومه فرستادن، بعد از اولین مصاحبه، ما اولین مصاحبه درگوشی خوب برای من بود، یه با یه شرکتی از ایالت بایرن مصاحبه کردم، اصلا هیچی نمیفهمیدم چی داره میگه. بعد یهویی توی همون موقع که مصاحبه میکردم خیلی یهویی خیلی شروع کردم زبان خوندن، شاید مثلا روزی 300-400 تاشون زبان میخوندم.
اما قبل ترش هم خدمت شما عرض کنم که خیلی من زبان خوندم راستش رو بخواید، یعنی که من فکر میکنم از همون موقع، یعنی از سطح آدو به این ور که بیشتر خودخوان شروع کردم، مثلا با همین دویچ وله، حالا میدونن حالا یه سری اپ دویچ وله خیلی خوب بود، فخخ شوله دویچ رایگان، یه دونه اپ رایگان داشت اون خیلی خوب بود، من چون کرونا شد دیگه کلاس ها خیلی نتونستم خوب پیش برم، با این دوتا اپ خیلی خوب میرفتم جلو. اون موقع که شروع کردم رزومه دادن، اخبار آلمانو وقتی گوش میکردم مثلا 60%، 70% میفهمیدم خب اخبار رو که گوش میکردم، یا یک فیلمی رو که میشستم با آلمانی میدیدم بازی توی یه نویس قسمت بازی نویس آلمانی، مثلا توی یه قسمت مثلا 40 تا لغت در میآوردم که نمیدونستم خب، ولی وقتی که شروع کردم به مصاحبه کردن، یا یعنی مصاحبه اول خیلی سخت بود، خیلی متوجه نمیشدم آدم چی بهم میگن، حسی هم خیلی بلد نیستم زبانو. بعدش دیگه الانم زوندر ماشین کار میکنم، حالا بعدها جلوتر توضیح میدم بهتون، و من از روزی که اومدم و رفتم سر کار، اینقدر این زبان برای رشته من، حداقل برای کاری که من دارم میکنم، اینقدر مهمه مهمه، من بیشتر زبانی که خوندم میتونم بگم توی این 7 ماهه که اینجا میخونم، یعنی من هر روز دارم روزی 2 ساعت، 2 ساعت و نیم اینجا دارم زبان میخونم که یه ذره بتونم حداقل کارا رو خوب بهتر پیش ببرم، بیشتر بفهمم. خیلی سخت زبان آلمانی کمم، حداقل توی رشته ما، این همکارای من یا من، همسرم هم شغل منه و اونم داره کار میکنه، خیلی بچه ها زبان بلد نیستن، یعنی بچه های آلمانی خیلی مثل ما زبان انگلیسی به اون شکل بلد نیستن. ما تو ایران رشته ما به این شکله که هممون انگلیسی بلدیم، یعنی بابت اینکه هیچ چیزی ترجمه شدهش نیستش، هممون بیس زبان انگلیسیمون خوبه، ولی اینجا نه، اینجا اصلا زبان انگلیسیشون خوب نیست، زبان تخصصیشون منظورمه، زبان تخصصیشون کاملا آلمانیه و باید خیلی آلمانی بخونی دیگه. الان شغلی که شما اینجا داری به زبان آلمانی مسلما دیگه. من کلا توی ایران هر مصاحبه که کردم به زبان آلمانی بود، و اینجا بله شغلم به زبان آلمانیه و همه همکارام هم آلمانی هستن و کار سختیه دیگه، چون خیلی هم زوندر ماشینه، حالا اگه خواستی توضیح میدم چیه، همش باید با آدما صحبت کنی و کار پیش ببری، به خاطر همون یکم سخته دیگه، ولی میتونم اینو بگم که اگه کسی زبان آلمانی نمیدونه، حداقل این شغل رو نمیتونست بگیره، یعنی چون میتونم بگم که با انگلیسی حداقل این شغل نمیشه، این شغلی که من گرفتم نمیشد با انگلیسی گرفت. پس ما بگیم که اگه بر اساس سطح A1 A2 B1 B2 بخوایم بگیم، شما وقتی که موفق شدی سطح چی بود؟ الان میدونید چرا این سوال میکنم؟ چون یه عده تو ایرانن، هر کس برای خودش یه سطحی داره تو ذهنش، میگه من الان تقریبا B2 هم یا B1 هم یا A2 هم خلاصه. و اینکه به نظر شما، یعنی تجربه خودتون فقط، این که شما تو چه سطحی بودی و موفق شدی توی ایران، اگه فقط اسم ببینید، سطحی. آره اون موقع که اونجا بودم تو ایران بودم، تصورم اینه که B2 بودم، خب تصورم این بود که B2 هم، چون کتاب های B2 رو میخوندم و حس میکردم B2 هم، این اپایی که بهتون گفتم سطح های B2 شو من داشتم انجام میدادم، درسته. حالا بعدها که اومدم شروع به کار کردم، حس کردم سطح هم B1ه، درسته. یه ذره شاید خودم رو بالاتر تخمین زده بودم سطح زبانمو. آره منم هم همینطوری بودم دقیقا. من وقتی تو ایران بودم فکر میکردم B2 هم، اومدم اینجا رفتم گوته و به من گفت باید بری سر کلاس B1، که خورده مثلا به این برخورده بود. بعد وقتی رفتم سر کلاس B1 فهمیدم حتی B1 هم شاید برام کافی نبوده مثلا، ولی خب آره آدم بیشتر حد میزنه، مثلا کلاس های تو ایران هم یه خورده ساده تر از کلاس های اینجا، یه خورده زودتر آدم راحت تر بالا میره. اوکی، پس این که تا اینجای کار، من هنوز میخوام توی اون قسمت ایران بمونم، نه اون قسمت آلمانش رو بگم. این که در واقع شما چه مرحله هایی گذروندین برای اینکه تا به قرارداد برسین، یعنی مدارکتون رو وقتی ترجمه کردین، یا اینکه کدوم در واقع کارهای بروکراتیک، کارهای اداری، چه کارهایی انجام دادین و چه موقعی انجام دادین؟ مثلا سوال من اینه، اولین سوال، شما کی درخواست
در واقع از سایت سفارت آلمان کی درخواست ویزا دادی؟ اصلا درخواست ویزای در واقع جاب سیکر یا همون جستجوی کار 6 ماه هم دادین یا ندادین؟ اول قرارداد گرفتین بعد درخواست در واقع ویزا دادین؟ این چطوری بود و مدارکتون رو کی حاضر کردین؟ کی ترجمه کردین؟ ببینید، درخواست ویزای جاب سیکر رو من همون 98 که شروع کردم زبان خوندن، یکی از دلایلی که از آلمان انتخاب کردم همون ویزای جاب سیکر بود. خب که همون موقع درخواست دادم و فکر کنم تا همین الانم هم هنوز جاب سیکر، حالا من در جریان نیستم، فکر کنم هنوز باز نشده توی ایران، خیلی در جریان نیستم اینو که جاب سیکر الان باز شده یا نه، ولی من 98 این درخواست رو داده بودم. خب که آره، یعنی به همین دلیل رفتم آلمانی خوندم. هنوز هم ولی میشه حالا چی درخواست جاب سیکر و انجام میشه اینه که ماشم. بعد خدمتتون عارضم که یه چیزی که حالا خیلی شاید مهم باشه بر عزیزانی که دارن این ویدیو رو میبینن، این لایو رو میبینن، بدونن این که مدارک تحصیلی و از ایران خیلی سریع باید برن اقدام کنن. من شهریور سال 90 و همین سال 1400 تصمیم گرفتم که این مدارک رو، خدمت شما عرض کنم، مدارک تحصیلیمو آزاد کنم از آره، سامانه هر سجاد و دانشگاه. آره بگیرم، بعد ببرم، بعد من ارشد با لیسانس اقدام کردم، بعد مدارک رو از ارشد میگرفتم میدادم لیسانس، از لیسانس میگرفتم، بعد تو سامانه سجاد بارگذاری میکردن، یه سه داستان اینجوری بود تا اینکه برسم به ترجمه. این پروسه برای من 4-5 ماه طول کشید، یعنی مدارک خیلی دیر به دستم رسید. حداقل این پروسه 4-5 ماه زمان میبره، این آزادسازی مدارک و این کارها. بعدش دیگه خدمتتون عرض کنم، بعد من بهمن شروع کردم به رزومه فرستادن. نمیدونم الان سوالتون تا اینجا اوکی گفتم؟ آره درسته، همینه. آره آره بعد خدمت شما عرض کنم که توی بهمن من شروع کردم به رزومه فرستادن، تقریبا نزدیک 200 تا رزومه فرستادم. بعد اپلای کردم واسه آلمان که 7 تا مصاحبه گرفتم. درسته. بعد حالا میخواید ادامه بدم یا نه نمیدونم سوال، سوالاتتون آره رو آره همه نه جواب دادم اوکی، یا نه؟ فقط سوالم اینجا اینه که شما مدارکتون رو برای آلمان برای تاییدیه آقا آها فرستادین یا نه؟ نه اصلا دیگه من اینجا اصلا هنوز به چیز نرسیدم، اصلا کاری به سفارت دیگه نداشتم. و بعد از اینکه قراردادم و گرفتم، خب بعد از اینکه مصاحبه کردم و قراردادم و گرفتم، زاب انجام نداده بودم من هنوز، قراردادم و با ترجمه مدارک تحصیلیم و همه رو فرستادم زاب آلمان تو بون، شهر بون. بعد تاییدیهش رو گرفتم، بعد تاییدیهش رو از کارفرما نامه، یه دو تا نامه گرفتم از کارفرما که من مدرک زبان ندارم، مدرک زبان آلمانی نگرفتم، یه نامه گرفتم که سفارت لازم داشت به اینکه من سطح زبانم کفایت میکنه برای این شغل، یه نامه اینو گرفتم، یه نامه الزام به حضور بود که حتما باید مثلا به خاطر بحث کرونا یه این نامه رو سفارت میخواست، علاوه بر اون مدارک تحصیلی که حالا زابم گرفته بودم دیگه اینا هم. یه فوقاس تو اشتیمونگ هم هستش که اینو کافرما برای من گرفته بود که از اداره کار آلمان یه تاییدیه برای من گرفته بود. درسته. اینا همه رو من دادم، بس یه روز رفتم بدون هیچ وقتی، یعنی بدون اینکه هیچ وقتی از سفارت بگیرم، با همسرم رفتم ویزا متریک، ویزا متریک مدارک رو دادم. بعد 5 روز بعد ویزای من و همسرم صادر شد، همسرم به عنوان پیوست و منم که ویزای کاریمو گرفتم دیگه. اینجا که میگین رفتین ویزا متریک، یعنی حضوری رفتین ویزا متریک یا نه حضوری؟ قبلش نوبت گرفته بودین از ویزا نه متریک؟ هیچ نوبتی من نگرفتم، هیچ نوبتی نگرفتم. من باید سند ازدواجم رو لگال میکردم، سند درست. ازدواجم و شناسنامه باید لگال میکردم. روزی که رفتم ویزا متریک برای لگال سند ازدواجم و شناسنامه، اونجا من پرسیدم که من قرارداد کار دارم، بعد برای ویزا باید چی کار کنم؟ گفتش که هیچ، قرارداد کار، یه لیست مدارک داد، گفت این لیست مدارک رو هر وقت داشتید شما بدون اینکه هیچ وقتی بگیرید، یه روز صبح بیاید اینجا مدارکتون رو میدید، ما براتون درخواست میدیم. من رفتم اونجا مدارک رو دادم، نفری 75 یورو هم همونجا گرفتن از ما. بعد 5 روز بعدم که خدمتتون عرض کردم ویزا صادر شد. و اینکه ویزا برای همه اعضای خانواده با هم صادر شد دیگه. بله من و همسرم با هم اومد. بسیار بسیار خب، پس من فکر کنم توی این قسمت ما تقریبا به اندازه کافی در مورد این صحبت کردیم که در واقع بچه‌هایی که اگه میخوان شروع بکنن الان تو ایرانن، حالا رشتهشون نه فقط برق، بلکه رشته مهندسی یا بقیه رشته ها دارن،
میخوان شروع بکنن، میدونن که باید در واقع هم درخواست بدن و از سفارت. راستی من اینم یه نکته کوتاه بگم، تو کامنت ها دیدم، من گفتم که جاب سیکر گویا همچنان دارن ادامه میدن، حالا چند ماه پیش آپدیت هم بود، گویا نوشته یه نفر که نیست جاب سیکر دیگه توی ایران. من اطلاع دقیقی ندارم ببین، من و همون اینکه موقعی که نمیدونم داشت آیا میشه از سایت سفارت همچنان درخواست جاب سیکر داد، یا اینکه اصلا درخواستش هم حتی غیر ممکن شده، اینو نمیدونم من. ببینید، من حالا درخواستش رو راستش رو بخواید نمیدونم، ولی تقریبا این اطلاعاتی که میگم اطلاعات 7 ماه قبل منه، که همون موقعی که درگیر بودم حالا با یه سری ها که تو همون ویزا متریک و اینا آشنا شدم. کسایی که درخواست جاب سیکر 2 3 سال قبل از کرونا داده بودن، خب، و 1 بار مصاحبه رفته بودن سفارت و حالا نقصی مدرک خورده بودن یا هر چیزی، سفارت شروع کرده بود اونا رو دعوت میکرد. اونایی که 1 بار حتی مصاحبه کرده بودن، نه آدمایی مثل من که هنوز نوبتشون نشده بود، کسایی که نوبتشون شده بود و 1 بار مصاحبه کرده بودن، اونا میرفتن سفارت و ویزای جاب سیکر رو میگرفتن، تشریف میبردن آلمان. ولی تا جایی که من در جریانم که اون 7 ماه قبل بود، هیچ ویزای جدیدی به نفر، یعنی هیچ نفر جدیدی نیومده بود که هیچ مصاحبه ای نکرده باشه و الان بخواد ویزای جاب سیکر مثلا مصاحبه اول بشه و مدارک درخواست بدن که ببره سفارت، این نبود. اوکی. من این پایین هم چند تا کامنت میبینم که اکثرا همین رو نوشتن، که درخواست نمیشه داد بر اساس نوشته ها، و اینکه در ایران هنوز از زمان کرونا بسته است، در حالی که منم شنیده بودم که همین چند ماه پیش جاب سیکر یه عده گرفته بودن، که فکر میکنم همونایی بودن که درخواستشون قبل از کرونا بوده احتمالا، و اینکه تا شهریور و مهر امسال باز بود بعد دوباره بسته شد. اوکی، یه چنین شرایطی الان هست، ولی خب مسلما راه مستقیمتر و بهتر همون جاب آفره که فکر میکنم همچنان باز در واقع و شدنیه، و اینکه بهترین راه تقریبا تقریبا، راحتم هست دیگه. آره، سوالم همینه که بین در واقع تحصیلی و کاری، اگر شما دوباره این امکانو داشتی که انتخاب بکنی، دوباره همین راه رو انتخاب میکردی یا تحصیلی رو انتخاب بعد میکردی؟ دیگه یه ذره پیر شدم برای تحصیل دیگه، آره، راستش نه رو اگه بخوای. جوابو میدین چی؟ مثلا اگه 20 نه سالتون بود بعد ببینید، امکانش رو هر دو تو داشتی. ببینید که 20 سالم بود که قطعا تحصیلی اقدام میکردم، خب راستش رو بخواین، اگر یعنی روحیهش رو داشتم که بشینم تحصیلی اقدام بکنم، یا مثلا چون اگه حقوق دکترا خیلی حقوق خوبی بود، شاید اصلا واسه دکترا اقدام میکردم، چون اصلا بلند خیلی به علاقه به یادگیری هم دارم، میتونستم اونجوری اقدام بکنم. ولی با توجه به شرایط خیلی با روحیم سازگار نیستش که بیام مثلا یه ارشد مجدد بگیرم یا دکترا مثلا با یه حقوق خیلی خیلی پایین مثلا 4 سال 5 سال کار کنم، خیلی الان تو شرایط تو روحیم نیستش. ولی چرا، شاید اگه 25 سالم بود این کارو میکردم. خب اوکی، خیلی خوب. من برگردم به رشته برق، و اینکه شما نقاط قوتتون تو رشته برق چی بود که تونستین نظر یک شرکت رو جلب بکنین؟ دقیقا دیگه میتونی از اینجا به بعد تخصصی صحبت کنی. چی بلد بودین، و اینکه چه چیزی، شاید جواب بهترم میتونه بعدش این باشه که چه چیزایی مهمه که یه نفر تو ایران تو رشته برقه بلد باشه و بعد رزومه بفرسته و وقتی صحبت میکنه با شرکت ها اونا رو رو کنه یا رو اونا بیشتر تمرکز کنه؟ ببینید، من توی ایران که بودم، خب کلا 7 تا مصاحبه بیشتر ندادم. خب از این 7 تا مصاحبه خدمتتون عرض کنم، 2 تاش که قرارداد شد، 2 تاش همزمان اومد، یکیش هم بعد از اینکه رفتم سفارت برای ویزا قراردادش، یعنی بهم ایمیل دادن که میخوای قرارداد بفرستی. ولی اینو خدمتتون عرض کنم که حالا نمیم خیلی ربطی به رشته داره یا نه، ولی کاری که من حداقل میکردم توی مصاحبه هام این بود که خیلی مرز بین دونستن و ندونستنم و خیلی روشن و واضح میگفتم، یعنی وقتی چیزی رو بلد نبودم خیلی راحت میگفتم بلد نیستم، و درست. وقتی چیزی رو بلد بودم خیلی واضح میگفتم بلدم، مثلا اون اصلا کاری نداره، شما میتونید به من آفگابه هم بفرستید من انجامش میدم. خب این یه موضوعی بود که خیلی اشارش میکردم. بعد اینکه خیلی روند کاریمو خیلی روشن، همون چیزی که توی رزومم نوشته بودم، همون رو روشن خیلی واضح میگفتم که به چه صورت هستش. خصوصا و اونایی که مصاحبه دوم میشدش، یعنی با یه شرکت مجبور بودم 2 بار مصاحبه کنم. توی مصاحبه دوم که مصاحبه فنی بود، من یه دونه فایل آماده می کردم
فایل پاورپوینت آماده میکردم و توی اون فایل تخصصام و اون چیز و خیلی جزئیات میومدم مینوشتم دیگه، خیلی جزئیات وارد. مثلا یادمه که توی یکیش مثلا بهم گفته بودن که یکی از پروژهاتون ما میخوایم مثلا بدونیم به چه صورت هستش. من تو همون فایل یکی از پروژه ها رو گذاشتم اون تو و کامل توضیح دادم که اینجا به چه صورت بود، چالش کار به این شکل بود، واسه این چالش این راهکار رو انجام دادم، که به این شکل مصاحبه ها یعنی به این جور به این شکل پیش می بردم. بعد بچه هایی هم که توی ایرانن، حالا من به عنوان برنامه نویس اتوماسیون صنعتی الان اینجا کار دارم میکنم، ولی خب توی ایران چند سال اولی که توی اتوماسیون صنعتی بودم تعمیرات انجام میدادم و طبعا تمام قطعات، تمام تجهیزات، تمام برندها، اینا همه رو میشناختم. و وقتی که مثلا یه شرکت به من میگفتش که نمیدونم ما اشنادیه داریم کار میکنیم، من همونجا مثلا دو سه تا به ذهنم میرسید، مثلا دو سه تا از مدل های PLC هاشون رو بهشون میگفتم، دو سه تا مثلا به خوف مثلا دو سه تا از مدل هاشو بهشون میگفتم اینو این مثلا، یعنی یه جوری این اطمینان رو بهشون میدادم که من کار کردم، من بلدم. این اطمینان رو یه جوری حالا بهشون میدادم دیگه درسته. به این شکل. پس در واقع تخصص شما گفتین اسمش رو من الان یادم رفت. نه اتوماسیون صنعتی یه حوزه ایه که میاد ماشینالات و ما میایم ماشینالات رو برنامه نویسی میکنیم و براش کل برق یک ماشین صنعتی و بچه های اتوماسیون صنعتی انجام میدن درسته. همه چیش رو، درسته. بعد قسمت مکانیش کشم که خب بچه های مکانیک انجام میدن به این شکل. اینطور. و اینکه احیانا با نرم افزار خاصی کار میکردین تو ایران آهان. بهتون از کمک بکنه بهتون؟ این سوال سوال خیلی خوبیه، به خاطر اینکه توی ایران ببین یه تفاوتی فکر می‌کنم بین، حالا رو شاید بشه برق و کامپیوتر باشه نمیدونم، ما صنعتمون متاسفانه تو ایران خیلی عقبه، خیلی صنعتمون عقبه و رشته برق یه چیزیه که شما فقط دارید با تجهیزات مدرن کار میکنید و یه سری پروتکلایی هستش که اصلا توی ایران اصلا ما استفاده نمی‌کنیم. یا همین نرم افزاری که شما فرمودید، مثلا توی ایران مثلا برندای مثلا دلتا و فاتک و این برندای چینی که اصلا اینا حتی به گوشش هم نخورده، ما با این سافت ویرا داریم کار میکنیم، با این نرم افزار داریم کار میکنیم، ولی زبان همون زبانه. حالا بچه‌ها تو ایران زیمنس هم کار میکنن، برعکس اون چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن که بیس شرکت آلمانی همه روی زیمنسه، اون به اون شکل نیستش. خصوصا کسایی که ماشین سازی دارن میکنن، اونا خیلی اینجوری به خاطر حالا زمان تحویل سری داستان ها به اون شکل نیست که همه زیمنس کار کنن. من دلتا کار میکردم، به من میگفتن، میگفتم که من برنامه نویسم، ولی خب مثلا به خوف کار نکردم، خیلی راحت میگفتم کار نکردم، مثلا زیمنس کار کردم. خیلی این من حس کردم که خیلی این موضوع مثلا نرم افزاری کار کردی خیلی اونجوری حداقل توی اون مسابقه که من کردم خیلی براشون مهم نبود. خیلی مهم بود که اون دیده فنیه رو داشته باشی، خیلی مهم بود که بتونی اون یعنی روزی هم که من اومدم اینجا شروع به کار کردم، خیلی از من توقع نداشتن که بشینم و الان مثلا یه پروژه سنگین رو هندل کنم بره. خیلی آروم 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 رسید به این که الان مثلا پروژه سنگین بهم میدن، به این شکل شد. درسته. پس اینکه یعنی یه جورایی تا اونجایی که من متوجه شدم، یه جورایی اگه من الان رشتم برق و در واقع توی شرکتی، حالا من خیلی تخصصی نیستم، فقط یه تو کلی یه شکلی ایجاد میکنم، توی شرکتی دارم تخصصی کار میکنم، سابقه کاری دارم، اما خیلی اهل نرم افزار نبودم، یا اینکه خیلی تخصص نرم افزاری ندارم، یا شاید اصلا برنامه، شاید میدونید توی تخصصهای دیگه برقو میگم. خب حتی به نظرتون اینا باید چی کار بکنن؟ باید برن با رشته، با یه نرم افزاری حتما آشنا بشن بعد شروع بکنن به این کار رو، یا نه میتونن اتکا کنن به این که من حالا تجربه کاری دارم و کارم خوبه، بلدم انجام بدم کارا رو، و یا نمیدونم یاد میگیرم، کفایت میکنه این موضوع یا نه؟ من الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید اتوماسیون صنعتی یه حوزه توی آلمان، خب یه قسمتی داره که همین برنامه‌نویسی هستش، خب که واسه ماشین با و اینا هستش. یه قسمتی هستش که الکترونیکا، تعمیر نگهداری کارخونه هستش، خب که آدما کار میکنن. و یه بخش دیگه ای که من دیدم خیلی ایرانیایی دارن از ایران قرارداداشون میینه، ای پلن هستش. ای پلن یه دونه نرم افزار نقشه کشیه برقه، حالا من خیلی بلدش نیستم راستش رو بخوای،
ولی ای پلن هم خیلی ها رو من دیدم از ایران میگیرن و میان. کسی که به نظرم کار برنامه نویسی پی ال سی انجام نداده خیلی ریسکه که اگه بخواد توی این حوزه بخواد توی آلمان کار بکنه، چون که یه ذره تفاوت سطح، واقعا تفاوت سطحش خیلی زیاده. با من خودم یه ذره اذیت شدم تا اینکه راه افتادم با این ذهن اینا برنامه رو بنویسم. تفاوت ها یه ذره زیاده اونجوری که ما تو ایران برنامه می‌نویسیم با اونجوری که اینا اینجا می‌نویسن توی پی ال سی یعنی. ولی ای پلن و اینا یه نرم‌افزاریه که میتونن هم اونجا شروع کنن به کار کردن و به عنوان کسی که فقط ای پلن کار میکنه بیاد. اینم یک راهیه که من خیلی ها رو دیدم انجام میدن. بعد یه دونه هم هستش که تامین نگهداری کارخونه است، بهش میگن الکترونیکا آنشتان هالتونگ اگه اشتباه نکنم، که اونم بچه‌هایی که حالا توی ایران هم ما اینو داریم، کسایی که دست به آچار فنی هستند ولی لزوما برنامه نمی نویسن، لزوما کار خیلی چجوری بگم اونجوری مثلا تفکر فکری و به اون شکل نیستش، یعنی حالا فکری هستش نمیخوام چیز کنم، به اون خیلی راحت تره شاید و توقع پایین تری هستش. این الکترونیکا هستش که بچه ها میتونن بیان، یعنی توی حالا استپستون هر جایی دارن سرچ میکنن الکترونیکا، اونی میشه که برنامه‌نویسی نداره، همون تامین نگهداری کارخونه هستش، حقوقش یه ذره پایین تر هستش ولی خوبه، اونم خوبه. یعنی کار فنی دستیشون کار بهتری تر. فنی، آره کار فنی هستش. و دقیقا اگر یه نفر توی ایران یه ذره کار برقی کرده باشه، حالا تو کارخونه یه مهندس برقی باشه که یه ذره کار فنی کرده باشه، میتونه اون کار رو اینجا هندل کنه بدون اینکه به مشکلی بخوره. البته میگم که یه ذره باید کار کرده باشن بچه ها دیگه. و توی این همه اینایی که گفتین، این چند تا حالت های مختلفی در واقع سابرشته های مختلفی که گفتین، آیا مثلا من الان رشتم برقه و آلمانی بلد نیستم، فقط انگلیسیم خوبه، آیلتس دارم 6-7، آیا تو کدوم یکی از اینا احتمال این که بتونم وارد بشم بیشتره و تو کدومش غیر ممکنه؟ الان نظرتون چیه؟ به نظرتون تا اینجا ببینید یکم سخت سوالتون. خب من برقی هم، همسرم برقیه و اینجا دو تا دوست برقی دارم تو آلمان و حرفی که دارم میزنم این چیز خیلی کوچیکه، این جامعه خیلی کوچیک اطراف منه، یعنی این 4 نفرن که من دارم این حرف رو میزنم. از نظر من تو رشته برق یکم احتمالش خیلی کمه کسی بتونه با انگلیسی بتونه این کار رو انجام بده. ببینید الان من زوندر ماشین کار میکنم، یعنی یه ماشینی رو میسازن، خب ماشین سازی هستن که یه سری ماشین های خاص میسازن. خب ماشینی که نساخته شده رو 5 نفر آلمانی میان برای شما توضیح میدن، شما باید اونو برنامه‌ش رو بنویسی، باید نقش برقش رو انجام بدی و کلش رو پلنون کنی توی ذهنت. خب این بعد اصلا زبان تخصصی اینا، یعنی این حرف من و این 3 نفر دیگه اینه که خیلی مهندسای برق آلمانی اولا که سنشون خیلی بالاتره، خیلی پیرن و و زبان فنیشون 100% آلمانیه، در حد اینه که ما ولتاژ رو به آلمانی میگن اشپانون نمیگن ولتاژ، یعنی در این حد زبان فنی ضعیفی دارن، نویز رو نمیدونن واقعا چی میشه، مثلا کارنت که میشه جریان رو واقعا نمیدونن، یعنی یه چیزایی که خیلی خیلی برای ما دیگه اصلا شده جزء فارسی، اینقدر که ما فنی استفاده کردیم کاملا همه چی آلمانیه. درسته، تصویر من قطع شد یا شما قطع شدین خانم مهندس زهرا؟ من هستم بچه ها، تصویر من هست؟ خانم مهندس؟ خب مثل این که اتصال خانم مهندس مشکل داره، برمیگردن احتمالا. من بچه ها این سواله که این پایین می نویسید و همچنان اینجا یادداشت می کنم، می پرسم. گویا PLC من، درایو من رو میپرسم، مثلا اینکه آیا آموزش میدن یا نه توی توی شرکت های آلمانی، و اینکه ابزار دقیق مثل اینکه نوشتید اینا رو، چند تای دیگه رو میپرسم در مورد نرم افزارا. آیا خانم مهندس دوباره برگردن اکسپت بزنم؟ آره
آره من قطع شدم، نمیدونم چرا. آره نت آلمان آره آره خورده ای. خب میفرمودین، مونده بود چیزی برای گفتن به نظرتون؟ همین خدمت هم هستم که نمیدونم، احتمالش کم میدم که کسی درسته، بتونه با زبون مطمئن شد. انگلیسی بتونه. آره احتمالشو کم میدم. فکر میکنم بقیه هم جواب گرفتن که تقریبا یه جورایی میشه گفت غیر ممکنه، ولی خب مگر که اتفاق خاصی برای یکی بیفته با زبان انگلیسی 100% بیاد اینجا مگر سفر. که یه شرکتی پیدا بکنه که مثلا شرکت بین‌المللی باشه، مثلا کلا حالا توی آلمان حضور داشته باشه، ولی همکارا مثلا انگلیسی زبان باشن، کلا خیلی خوب، همه خیلی مثلا خوب. مهاجر باشن انگلیسی زبان، شاید اونا بتونن. خب ما الان توی فضای نرم افزاریم، من یه چند تا کلمه میپرسم، این PLC من و درایو من چیه؟ چند نفر میگن این خوبه یاد بگیرن، چجوری هم استفاده میکنین شما؟ ببینید حمید جان، این PLC من و درایو من یه اصطلاحیه که جدیدن ساخته شده. خب خیلی این سوال رو دوست ندارم جواب بدم، فقط میتونم بگم که آدما باید خیلی منطقی فکر کنن و خیلی حواسشون باشه. چجوری بگم خدمتون، خیلی من موافق این اصطلاح ها نیستم. پی ال سی من و درایو من یه سری فکر میکنم که حالا دقیقا با جزئیات خیلی دقیق نمیدونم، ولی فکر میکنم یه سری آموزش هایی که فروخته میشه و آدم ها اون آموزش ها رو میگیرن میبینن و مثلا میشن حالا برای کسی که میخواد برنامه‌نویسی پی ال سی بکنه توی آلمان، باید توی ایران پروژه ران کرده باشه، باید یه پروژه از صفر تا صد انجام داده باشه، واقعا با کار کرده باشه. من تو همین گروه هایی که توی این تلگرام و اینا بودم بعد از اینکه اومدم، خیلی یار دیدم که متاسفانه اخراج شدن، یعنی بعد از اینکه اومدن، یعنی که کسی کار بلد نباشه اینجا بیرحمن درسته، مثلا رد میکنن. صد میدونید درصد. چی میگم؟ باید پروژه ران کرده باشه دیگه، یا حداقل دست به کار شده باشه، حالا یه سری تجهیزات خریده باشه توی خونه، حداقل عملی کار کرده باشه، نه با دیدن ویدیو و حفظ کردن تئوری و اینا. اصلا جواب من فکر میکنم جواب کار نمیده. حالا نمیدونم بقیه جواب سوالش رو گرفتن یا نه. آره خیلی تا اونجا آره من متوجه شدم این که دنبال راه شورتکات نباشن، یه هویی راه شب نه دیگه، 100 ساله رو یه شبه برن، یه جورایی آره واقعا یاد بگیرن، تلاش کنن، حالا برای خودشون حداقل پروژه انجام بدن، ران کنن و اینکه بتونن. آره متوجه شدم. آره آره بسیار. و اینکه ابزار دقیق چیه، شما اطلاعی در موردش دارین؟ ببین من کار نکردم بسیار متاسفانه، نه اطلاع ندارم، خب خیلی چیزی که بگم ممکنه درست نباشه. بسیاری. و اینکه شما آیا آموزه وقتی وارد کار شدی آموزشی بهتون دادن که مثلا، یا اینکه فقط تو محیط کار به مرور یاد گرفتین و دوره آموزشی خاصی وجود داشته؟ ببین شرکت که من توشم هیچ دوره آموزشی خاصی نذاشت. خب تنها دوره‌ای که هنوزم من دارم تو شرکت میکنم کلاس زبانه، زبان آلمانیه که شرکت بر من گذاشته. هفته یک جلسه من اجباراً سر یک ساعت و نیم در هفته کلاس زبان آلمانی دارم توی داخل شرکت با معلم میاد برام. بعد خدمت شما عرض کنم که هیچ آموزشی نبود. همون روز فکر کنم هفته اول یه دونه پروژه تقریبا ساده به من دادن، گفتن که این پروژه رو انجام بده. بعد خب من اون پروژه رو انجام دادم، یه هفته بیشتر از من زمان نگرفت، نتیجهش رو به دو تا مدیر نشون دادم و بعدش هیچ کسی به من آموزشی نداد. فقط یه نکته بگم که خیلی حجم کار نسبت به ایران کمتره، بسیار کمتره، زمان بسیار زیاد، یعنی آدم ها اصلا نباید بترسن برای یه پروژه که ما توی ایران یه هفته انجام میدادیم، اینجا یه ماه بهت وقت، یعنی یه ماه وقت داری، اینقدر وقت خیلی با روحی شغل خودشون پروژه ها رو پیش یا انجام میدی. آره دقیقا. من کوتاه اضافه کنم، دقیقا من این تجربه رو دارم که مثلا من وقتی اومده بودم یه پروژه شروع کرد، پروژه جدید نرم افزار شروع کردیم به در واقع ایجاد کردن، و اینکه مثلا وقتی پلن پروژه رو توضیح دادن برای ما، من تو ذهنم فکر میکردم احتمالا من یا یه نفر دیگه، دو نفر تو توی یه ماه قرار انجامش بدیم، و اون پروژه هنوز که هنوز ما داریم روش کار میکنیم. آره اگه به من تعبیر شده اون تمامش کرده بودم، داده بودمش،
ولی ما هنوز داریم هزاران هزار یا شاید میلیون ها یورو دارن از اون شرکتی که ما اون نرم افزار رو میخوایم بفروشیم دارن پول میگیرن و ما همچنان داریم روش کار میکنیم و همچنان داریم پول میگیریم. آره اینجا به همین شکل دیگه، واسه آره یه دونه ماشین خیلی ساده 20 جلسه میذارن، چهار ماه درسته زمان میدن. آره خیلی درسته راحت بچه ها وقت دارن اینجا که بسیار پیش برن. بله. خب من میگم یواش یواش بریم سمت اینکه بعد از اینکه اومدین آلمان در واقع رفتید سر کار، یه سری از یه خورده از شرایط کاریتون بدین، از در واقع شرایط شرکتتون چطوره، یعنی محیط کاری بر حالا حداقل تو رشته شما و تجربه خودت دقیقا چطوریه؟ آیا حالا گفتین که یه خورده راحتتر و فضا بازتره و اینکه مثلا بیشتر میتونین توضیح بدین تو این زمینه چجوریه کار؟ ببینید من توی یه تیم 6 نفره کار میکنم که 4 تا مکانیکن 2 تا برقی هستیم، خب که یه سری ماشین های خاص برای صنایع خاص میسازن این تیم. بعد بچه های مکانیک حالا یه سری ربات دارن که حالا فلزا برش میدن و چون میدونم پرینتر سبودی دارن و این بچه های مکانیک رو میسازن. منم که برقی هستم 0 تا 100 یک ماشین با منه، یعنی همون ای پلن که بهتون گفتم خیلی بلد نیستم، از اون بگیری تا برنامه نویسی چه مایش تا برنامه پی ال سیش تا اینکه اصلا من چه تجهیزاتی برای این لازم دارم، تجهیزات رو باید سفارش بدم، همه اینها با اون برقه. هر دوتا مکانیک یه دو نفر برقیه، یعنی من و 2 نفر دیگه توی یه تیم 3 نفره هستیم برای یک ماشین. بزرگترین چالشی که الان در حال حاضر من اینجا دارم چالش زبان آلمانی هستش، به خاطر اینکه برای یه دونه ماشین 20 تا جلسه میذارن و توی اون جلسات من باید حضور داشته باشم و همه چی هم تخصصیه، همکارا هم مکانیک هستن، خیلی انگلیسی هاشون که همجوری بچه برقشون هم انگلیسی هاشون خیلی خوب نیست، مکانیک دیگه اصلا، و من هر چیزی که بخوام به ماشین اضافه بکنم باید به آلمانی لغت های تخصصیش در بیارم، همونجا باید بفهمم اینا چی میگن. اینا بزرگترین چالش هایی که اینجا من دارم. به جز این چالش دیگه چالش دیگه ندارم. خیلی هم سپرایز شدم، حالا معمولا شاید مهم باشه بدونن آدم ها، ولی من سپرایز شدم اومدم اینجا چون فکر میکردم که آلمانی ها خیلی خیلی کار میکنن، خیلی اصلا بگو بخند ندارن، در صورتی که بعد هم فهمیدم ما ایرانی ها چقدر کار میکنیم، اینا اونقدر هم کار نمیکنن و خیلی ریلکس همه چی رو پیش میبرن. خیلی هم صمیمانه است دیگه، اوپن آفیس شرکت، به خاطر همون این سیستم های اوپن آفیس هم که دیگه همشون خیلی دوستانه، همه دور هم میشینن کار میکنن، اون خشک و اون شکلی نیستش، جو جو درست. خیلی دوستانه است، خیلی دوستانه است، خیلی من تنها خانومم اونجا هستم و همه بچه هم دیگه آقا هم دیگه. توی این صنعت هم من با همکارم هم صحبت میکنم کنه خانوما اینجا کمن، یعنی مثل ایران که توی این صنعت کمه، توی آلمان هم خانوما توی این صنعت کم هستن. درست. خب اوکی به این شکل. حالا دارم سوال دیگه اگه هست آره توی آره این زمینه. آره این که در واقع بچه ها برای پیدا کردن شرکت توی آلمان برای که میخوان رزومه بفرستن، آیا شهر خاصی منطقه خاصی توی آلمان هست که برقی ها اونجا خیلی فوکوسش بیشتره، مثلا اونجا بیشتر دنبال کار بگردن، یا اینکه نه میتونن اوورال کل آلمان دنبالش بگردن و خیلی تفاوتی نداره مثلا؟ من کل آلمان رو میفرستادم، راستش رو بخوای کل آلمان رو میفرستادم. الان توی نوردراین هم و اینجا خیلی خوب خیلی صنعتی تره، حالا غرب آلمان خیلی صنعتی. حالا مصاحبه هم که گرفتم، مثلا قراردادهایی که گرفتم یکیش واسه همینجا بود، یکیش بایرن بود، بایرن هم زیاده، یکیش هم هامبورگ بود. حالا اینکه کجا چه شهری هستش من نمیدونم راستش رو بخواید که بگم، اطلاعی ندارم چه شهری خیلی صنعتیه، ولی من مثلا همسرم همینجا 1 ماه و نیم بعد از اینکه اومدیم اونم یه کاری گرفت و خب اونم داریم یه سر کاری همینجا. خدمتتون عارضم که دیگه از همون استپستون و اینا شروع میکردم عنوان شغلی سرچ کردن و همه جای آلمان هم میفرستادم. خیلی من ایالتی ایالتی نه نه خیلی اصراری نداشتم. درسته. یه سوال دیگه که بچه ها اینجا پرسیدن، من اینجا یادداشت کردم، یه تعداد خیلی زیادی تو ایران بچه های کاردانی برقن، اینا به نظرتون راهی دارن بیان؟ چه جوریه اصلا و چه شرایطی میشه؟ ببین
ویزاهای کاری که از آلمان از ایران داره صادر میشه برای آلمان، یه دونه 18 بی 1 18 بی 2 اگه شده 16 دیه، خب فکر میکنم حالا 16 دی یا 16 ای دقیقا نمیدونم، این 16 دی یا ای، این برای بچه هایی که با اسمش از کارگران ماهر، خب اسم ویزاش به فارسی، کسایی که مدرک تحصیلی ندارن، چون فوق دیپلم یه جورایی مدرک تحصیلی حساب نمیشه دیگه، چون زاب اینو تاییدیه نمیکنه، بچه باید نه لیسانس داشته باشن که زاب بتونه بهشون تاییدیه بده. درسته. بعد برای 18 بی 1 و بی 2 سفارت زاب میخواد، ولی برای اون 16 دیه اگه اشتباه نکنم اسم دقیق تایپ ویزا رو، اون بچه ها میتونن با دیپلمشون آنر کنونگ نمیدونم باید بکنن یا نکنن، ولی با دیپلمشون میدونم که اینجا میتونن کار پیدا بکنن، قرارداد بگیرن و همین مسیری که من اومدم میام، ولی تایپ ویزاشون متفاوت میشه، یه تایپ درست دیگه ویزا رو میگیرن درسته برای کسایی که مدرک تحت دانشگاهی ندارن. درسته. آره فقط کوتاه بگم که در واقع برای دیپلم باید همون سایت انکروم این دویچلند در واقع ارسال بکنی، نه ضوابط دیگه، فقط برای لیسانس به بالا هستش. درسته، پس امکانش هست که یه شرکتی یک نیروی در واقع دیپلمه ایرانی رو، حالا بگیم که انکرونگ هم کرده، با رزومش میفرسته برای این شرکت، بگیم امکانش هست که استخدام بکنه بله، من توی اصلا آلمان کسی رو زبان. میشناسم، من کسی رو میشناسم که با همین شیوه اومده، با همین شیوه اومده و توی کارخونه داره فکر کنم همین آینشتاین هاتونی که خدمتتون گفتم داره انجام میده، همین تامین نگهداریه فکر میکنم توی ایالت بایرن اگه اشتباه نکنم، یکی از درست دوستان ما هستش که اونجا هستش. درسته. و اینکه در مورد آوسبیلدونگ رشته خودتون هم اطلاعی دارین؟ یا کسی بله پیشتون کار اطلاع، کرده باشه؟ من اتفاقا یکی از شرکت بعد از اینکه من اومدم یه 2 3 ماه پیش یک ایرانی رو گرفت عنوان آسپیدونگ توی شرکت ما. آها آره آسپیدونگ مکاترونیکا ببخشید، آسپیدونگ فکر کنم مکاترونیکا هستش که ایشون هم من باش صحبت می کردم همین روند رو رفته، فقط فکر کنم مدرک زبان گرفته بود حتما، حالا منم بدو حتما یا نه، ولی مدرک زبان گرفته بود، بعد دیگه اومده دیگه، اونم همجوری ویزاشو اوکی کرده اومده برای چند سال اسپیلونگ، بوده حدودا میدونی؟ فکر کنم 4 سال است یا 4 سال و نیم است. خب ولی برای سنشون رو میگم. اسپیلونگ آها 25 سالشونه، آها اوکی، باز زیر بیست و 25 پنج سالشه، شدن. لیسانس برق گرفتن، لیسانس درسته. برق گرفتن ایشون توی ایران، بعد اومدن اینجا. اسپیلونگ الکترونیکا و مکاترونیکا توی رشته ما زیاد هستش، بعد ولی برای پروگرامینگ و پروگرامینگ و اینا نیستش اسپیلونگ، ولی برای الکترونیکا و مکاترونیکا اسپیلونگش هستش، توی آلمان میتونن بچه ها اقدام بکنن. درسته درسته. خب این بیشک اسم سایت هایی هم که ازش توش رزومه میفرستادین هم بگین، چند تا سایت استفاده کردین و من بهترین تجربه کدوم بوده براتون؟ لینکدین و استپستون استفاده کردم، من خودم استپستون رو بیشتر دوست داشتم، یعنی راحت تر بودم تو استپستون که میفرستادم، از این دوتا استفاده کردم واسه رو بخواید درسته. بیشتر. و اینکه دقیقا باید چه اصطلاحاتی رو سرچ بکنن؟ یکیشو گفتین، یادم مکاترونیکا گفتید بکنم، دقیقا اون چه اصطلاحاتی؟ مکاترونیکا و الکترونیکا ببینید برای شغل، خب برای اون کسی که میخواد توی کارخونه آینشتاین هالتون و این کارا انجام بده، تامین نگهداری انجام بده، الکترونیکا میشه. بعد برای کسی که حالا برنامه‌نویسی میخواد بکنه SPS پروگرامیغن یا SPX پروگرامیغا این میشه، بعد اتوماتیسیقونگ انجینیورن اینم میشه برای بچه‌ای که حالا اتوماسیون مهندس اتوماسیون صنعتی همچین چیزی هم دارن دیگه. الان همینا تو ذهنم، الان همین 3 تا اصطلاح تو ذهنمه، حالا خیلی اگه خوب بیشتر تو ذهنم اومد باز خدمتتون عرض میکنم. خیلی خوب، عالیه، دستم درد نکنه. کافیه البته فکر میکنم تا حدودی، برای اینکه بچه ها میدونید برای چی میگم، برای اینکه مثلا من اینم توصیه میکنم به بچه هایی که آلمانیشون خوب نیست، یعنی در واقع اصلا هنوز شروع نکردن مهاجرت، و همین اصطلاحاتی که گفته شد رو برن توی استپستون سرچ کنن
و وارد سایتش بشن به همین سادگی و ببینن که دقیقا این آگهی استخدام چیه. درسته آلمانی نوشته، شما شاید آلمانی خوب نیست، انگلیسی خوبه، ترنسلیت کن سفر رو به انگلیسی، اگر انگلیسی هم خوب نیست کل سفر رو ترنسلیت کنید به فارسی، میشه مرورگر رو این کار کرد و حداقل میتونید بفهمید که چه خبره بازار کار آلمان، چی میگن، چی میخوان، دارن کیا رو استخدام میکنن یا حتی عنوان شغلی ها چیه، یک دید خوبی میده. ولی شروعش با همین اصطلاحاتی که شما گفتین شروع میشه و وارد بشن و ببینم دقیقا چجوری. من اینجا یه چیزی هم اضافه بکنم، من خودم این کار رو انجام دادم برای رزومم. وقتی که رزومم رو نوشتم، اصطلاحاتی که توی رزومم استفاده کردم و راستش رو بخواین، من عنوان شغلی که تو ذهنم بود و توی استپستون زدم، خب بعد اون آگهی ها رو نگاه کردم و اون چیزهایی که بلد بودم و همون اصطلاحاتی که اونا تو آگهی استفاده کرده بودن و من توی رزومم میگنجوندم، یعنی اصطلاحات رو دیگه خیلی عوضش کردم و مطابق با اون اصطلاحی که توی آلمان شناخته شده است میکردم. حالا این کاری بود که من برای رزومم مشابه اینو انجام دادم. آره خیلی خوبه، بحث رزومه شد. من میتونم ازتون خواهش کنم رزومتون رو یه جوری تره تمیزش کنید، اطلاعات شخصیش رو از توش بردارید و اگر اطلاعاتی که دوست ندارید شیر پیدا کنه، و بعد یه نسخه خیلی ساده از قالب رزومتون رو برای من بفرستید، من بذارم تو لینک بیوم، بچه‌هایی که میخوان یه نمونه رزومه رشته برق موفق داشته باشن اونو بتونن مشکل داپلود نداره کنن میفرستم استفاده براتون. کنن. من این کار خودم کردم، رزومه خودم تو لینک بیو گذاشتم، برای بچه های کامپیوتر خیلی استفاده میکنن ازش، ممنون میشم. من خودم رزومه شما رو نگاه کرده بودم، واسه شما خوب. خواهد اون موقع که میفرستادم تو رزومه شما رو نگاه کرده بودم، برای شما میفرستم حتما. میخوره به درد بچه ها میخوره. آره چون واقعا خیلی اولش خیلی گنگه این قضیه رزومه، برای چون ماها معمولا تو فارس تو ایران یه رزومه فارسی داریم یا یه رزومه انگلیسی داریم، خیلی شبیه هم فارسی است تقریبا، هیچ فرقی با اون فارسی نداره. ولی رزومه من و شمایی که دوا زحمت کشیدیم چندین سال آپدیتش کردیم و انقدر به بازار کار آلمان نزدیک شده که استخدام میشه طرف، خب این خیلی ارزشمنده و این رزومه باعث میشه که طرف وقتی میبینه رزومه حالا تخصصی رشته خودشو، در واقع متوجه میشه که در واقع به چه سمتی باید بره. حالا نه که کپی بکنه رزومه شما رو دوباره بفرسته، با اون که مسلما نتیجه نداره، ولی میتونه بفهمه که زبان صحبت کردن با این آلمانی چیه و دقیقا باید چی کار کرد. ممنون میشم لطفا. نه حتما میفرستم براتون، و یه سوال باز برمیگرده به اون مصاحبه هایی، اون چند تا مصاحبه ای که کردیم، سوال در مورد سوال عمومی خیلی صحبت زیاد کردیم کلن، هم تو پیج های دیگه همه جا هست، ولی چیزی که شاید خیلی ارزشمند باشه اینه که میخوام چند سوال تخصصی که ازتون پرسیدن و تا اونجایی که یادتونه دقیقا همون سوالا رو بگین چی بوده و شما چی جواب دادین. درسته. ببینید، مصاحبه هایی که بر من انجام شد، مصاحبه های فنی بیشتر از یک ساعت بود، بین یک ساعت و یک ساعت و ربع هر مصاحبه بود و سوال ها به این شکل نبود که خیلی مثلا حالا سوال ها رو یادم میاد بگم. مثلا یک تو یکی از مصاحبه ها سوال خیلی راحت بود، این سوالی که میگم به من گفتش که یه پمپ رو چطوری کنترل میخوای بکنی، یه پمپی دارم میخوای کنترلش کنی. حالا اونجا من مثلا پی آی دی رو توضیح دادم، گفتم که مثلا اینجا میام پی آی دی استفاده میکنم و گفت که خب اگر که ناپایدار شد کدوم گزینه میخوای تغییرش بدی، کدوم مثلا چیز. یه سوال خیلی راحت. سوال سختش مثلا، حالا یه سوال سختتر حالا به ذهنم رسید، مثلا یادمه که همین شرکتی که دوباره استخدام شدم توش در نهایت یعنی قراردادش رو امضا کردم ازم پرسید، برای من سخت بود، شاید برای بقیه سخت نباشه. برای من اومد یه دونه پروژه رو توضیح داد، بعد خیلی هم اینو بهتون بگم چون به زبان آلمانی بود، من خیلی سخت میتونستم اون چیزی که اون داره پروژه میگه، همینجوری من فارسی یه چیزی رو یه پروژه بر شما توضیح بدم یکم سخت میگیره آدم، متوجه منظورم هستید؟ یکم ملموس نیست چیزی که نمیبینی دیگه. اون آلمانی توضیح میداد، بعد گفتش که من 2000 تا داده دارم، این 2000 تا داده رو میخوام کنترلش کنم به این شیوه، چه پروتکلی استفاده کنم. خب مثلا من اونجا گفتم مثلا توی من پروفی باز پروفی نت اینو میتونیم استفاده کنیم. بعد توی اون دوباره یک سوالای جزئی میپرسید، خب که خیلی سوال ها به این شکل بود، یعنی خیلی سوال به اون شکل سخت و به اون شکل
بشین این برنامه رو برای من بنویس به این شکل نبود، ولی یه سری سوال هایی به این شکلی میپرسید که شما باید یه کاری رو انجام میدادی که متوجه میشدی که الان باید اینجا مثلا من چی رو استفاده بکنم، چه پروتکلی بیارم بذارم مثلا. سوالا به این شکل بود. و اون مصاحبه هایی که کردیم تلفنی بود دیگه، یا من تصویری بودش؟ تصویری بود دیگه، همشون تصویری بودن. منظورم از تلفنی، منظورم اگه آره، تصویری به همین منظورم شکلی که الان من دارم با شما صحبت آره میکنم، آره آره منظورم تصویری. و اینکه مثلا از این سوال ها یعنی شفاهی بود دیگه، اینجور نبود که مثلا اسکرینش رو صفحش رو شیر بکنه و بعد یه چیزی رو از روی اشکال توضیح بده و بگه حالا شما مثلا اینطوری نبود، یا همش باید میشنیدی، تحلیل میکردی و پاسخ میدادی؟ متاسفانه سوالا فقط شفاهی بود و من باید فکر میکردم و اون فکر رو توضیح میدادم که فکر میکردم سوال چیه، بعد اون سوال و پاسخش رو میدادم. حالا اینکه من دقیقا میفهمیدم سوال چیه، درست پاسخ میدادم یا نه، هیچ وقت من نفهمیدم به چه شکل هستش، ولی سوالها به این شکل بودش. سوالها تقریبا به این شکل بوده. سختترین حالت ممکن همینه و شما هم همونطور. البته نمیدونم برای رشته شما حالت دیگه ای هم هست این که سوال بکنن یا نه، اصلا ممکنه راحت تر سوال بکنن، یا مثلا برای رشته ما یه حالتی داره که برای قسمت مثلا اول یه بار تماس میگیرن، احتمال این زیاده، یه بار تماس میگیرن سوال عمومی میکنن، اگه اوکی بودی در واقع دفعه بعدی تست آنلاین میفرستن، لینک میفرستن تو ایمیل، میگن برو آزمون بده بیا ببینیم چی کاره ای، مثلا توی همون وبسایتی جایی آنلاین تست میدی. یا مثلا گاهی اوقات برای من مثلا پیش اومده بود که یه شرکت این کار با من کرد که یه پروژه برام فرستاد، گفت اینو مثلا کدش رو بنویس، از نمیدونم خروجیش عکسم داشته باش، یه در واقع مثل پاورپوینت داره تو ورد من درست کردم، گفت این فایل رو برام بفرست مثلا به عنوان یه پروژه مجموعه. و اینکه آیا این شما یه حدود برنامه نویس هم هستین تایل وایزه، حالا این اینجوری ممکنه پیش بیاد برای رشته شما؟ ببینید برای رشته ما، خب شما مثلا وقتی دارید برنامه یه قسمتی از یک ماشین رو می نویسید، خب خیلی باید توی عمل ببینید مثلا چه میدونم من مثلا گشتاور رو چقدر باید اینجا بذارم. خیلی محاسباتیه، خیلی باید دیده بشه اون ماشین کنارتون باشه، ملموس باشه که بتونید اون کار انجام بدید. اینجا مثلا باید تو کنترل مثلا استفاده کنم، اینجا پوزیشن کنترل استفاده بکنم، یا اینجا مثلا چه میدونم چون 100 تا دونه مثلا داده دارم. حالا خیلی دیده خیلی مهمه، اون کلش رو باید بدونید. شما نمیتونید یه چیز خیلی کوچولو اونجا انجام بدید. خیلی راحته برنامه نویسی، اینجوری بهتون میگم برنامه نویسی PLC کار سختی نیستش، کار راحتیه. به عنوان نوشتن کلا خیلی دستور نداره، درست. ولی وقتی که میخواید اجراش بکنید کل چالش ها توی اجرا کردنه. به خاطر همون هم من خدمتتون هستیم، همه باید توی ایران حداقل پروژه ران کنن، آره چون تو اجرا کردنش داستان ها همه اونجا ایجاد درسته، میشه. متوجه شدم. بعد من حداقل خودم حس کردم که اون شرکت، اون سه تا شرکتی که بر من قرارداد، مثلا یک دو تاشون که قرارداد فرستن، یکشون میخواست بفرسته، این سه تا شرکتی که قرارداد شد، در واقع هیچ کدومشون به مصاحبه خیلی سخت نفسگیر اون شکلی نکردن با من. درسته. من تو ذهنم این بود که اینا چون خیلی راحتم اخراج میکنن، میگن حالا میاد، نبود، نشد، اشتباه بود، میگیم خدافظ دیگه باهاش. یعنی حس میکنم که همچین دیدی دارن، چون درست شغله با شغلیه که بعد تو حضوری انجام بشه کار، از نظر درسته من حداقل. درسته، جواب سوالم رو گرفتم. و اینکه من این بالای لایو هم نوشته 1 دقیقه و 40 ثانیه ریمینینگ، من نمیدونم یه قطع میشه بعد از این تایم یا اینکه قرار ادامه پیدا کنه، من نمیدونم واقعا تایمش چطوریه، ولی فکر میکنم به اندازه کافی در مورد همه جوانب این مهاجرتی که شما کردین و همه درسته یا نه؟ آیا دارید چیزی که در موردش صحبت نکرده باشیم، اطلاعاتی؟ نه راستش رو بخواید، من یه چیزایی اینجا یادداشت کرده بودم که حتما بگم، همه چیز یادداشت کرده بودم، فقط یه راجع به آنش قایبه نوشتنم یادداشت کرده بودم که فکر میکنم حالا اگه همه جا هستش نیازی نیست اونم بگم، حالا من چیز خاصی هم یادداشت نکردم. در واقع چیزی هست که به رشته شما، در واقع مختص نه رشته شما نه باشه؟
نه چیزی نیستش، نه همون بسیار چیزی که عالی، حالا همه جا گفته شده است، نه بسیار. چیز من یه خاصی سوال نیست. دارم خیلی کوتاه، دوست دارم جواب بدین چون دیگه تایمم نیست. اینکه الان اگه برگردین 2-3 سال گذشته و دوباره تصمیم بگیریم به آلمان مهاجرت بکنین، چه کارهایی رو انجام میدین؟ بیشتر رو چی بیشتر فوکوس میکنین؟ زبان میخونم. بیشتر زمان. آره زبان خیلی، زبان آره حتما خیلی دارم سخته دعوتون اینجا همین برای باشه. من زبان. آره اینجا بزرگترین چالشی که من دارم زبانه، الان فکر کنم ساعت هم دیگه بدوی واقعی باشه دیگه، ولی بازم زبان زبان بزرگترین چالش همه. آره. بسیار عالی، خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین، زنده باشید، واقعا خواهش اطلاعات میکنم. خیلی خوبی دادین و اینکه من با اجازهتون اینو شاید تو یوتیوب هم به آپلود بکنم و منتظر فایلتونم هستم، رزومه رو براتون. دست براتون میفرستم، حتما ممنون، پیروز شبتون باشید. بخیر، قربان شما، زنده خدا باشین، سر نگهدار. شما هم بخیر.